ولیعهد عربستان گفته رابط کشورش با آمریکا تاریخی و راهبردی است. محمد بن نایف این را در دیدار با مایک پومپئو رئیس CIA گفت که به ریاض سفر کرده. آقای پومپئو از ولیعهد عربستان به خاطر مبارزه با تروریسم ستایش کرد و به او نشان افتخار داد. به گفته بعضی از تحلیلگران سعودی ها امیدوارند دونالد ترامپ بیشتر از باراک اوباما به خاورمیانه بپردازد و با نفوذ فزاینده ایران در منطقه مقابله کند. امیر مدنی پژوهشگر مؤسسه مطالعات سیاسی سن پیو کوینتو از روم در با ما هستند تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای مدنی، با توجه به مواضع اخیر آمریکا در مقابل ایران، این دیدار رو چه اهمیتی فکر میکنید برخوردار هست؟ این دیدار بیش از اون که متوجه مسائل منطقه باشه، متوجه مسائل داخلی عربستان. در واقع پس از مرگ ملک عبدالله و به سلطنت رسیدن ملک سلمان، آقای محمد ابن نایف جانشین ایشون شدن، اما جانشین ولیعهد فرزند ملک سلمان محمد ابن سلمان هستند. در رقابتی که بین این دو چهره وجود داره، در دو سال اخیر اونطوری که از سفرها، مصاحبه ها و ملاقات ها به چشم میخوره، مرکز قدرت عملا جانشین ولیعهد هستند با ملاحظه پدر بیمارشون. سفر آقای پومپئو به نظر میاد که بیشتر برای حمایت از ولیعهد محمد ابن نایف صورت گرفته باشه که داره تحصیلات آمریکایی است، برخلاف محمد ابن سلمان که در عربستان درس خونده و محمد ابن نایف نزدیکتر به آمریکا یا به نظر میرسه. از این رو این سفر را باید در این چارچوب دید. فکر میکنه که همکاری های اطلاعاتی دو طرف دچار چه تغییراتی بشه؟ عربستان سعودی در یک سطح به ویژه از طریق آقای محمد ابن نایف که روابط نزدیکی با محافل اطلاعاتی و پلیس فدرال آمریکا داره به دلیل تحصیل در اونجا، از یک سو به این شکل همکاری میکنه، اما یک عربستان به اصطلاح بخش خصوصی و غیر رسمی هست که عملا اطلاعات بسیاری را دور از آمریکایی‌ها نگه می‌داره، به خاطر که بسیاری از مسائلی که تروریستی قلمداد میشن در منطقه، محافل عربستان سعودی ارتباط دارن با این مسائل. از این رو دولت عربستان سعودی معمولا بخشی از اطلاعات با آمریکایی‌ها تقسیم میکنه.